سلام عزیزان خداوند خدا رو شکر میکنم برای وجود تک تکتون و برای خداوندمون که امروز اجازه داد اینجا باشیم جمیله هستم مثل همیشه در این ساعت و این روز اومدم که با شما باشم اومدم که با شما اون چی که در قلبم هست رو در میون بذارم و آمین که خداوند استفاده کنه از این زمان و این ساعت و برکت بده اون چی که گفته میشه از زبان من و هم من رو بنا کنه هم شما رو به حضور خداوند بریم و حضور او رو بطلبیم برای این جلسه مرسی خداوندم مرسی پدر جان برای بودن ای خداوند در زندگی هامون مرسی برای نجات و برای فیض عظیمت ای خداوند مرسی پدر جان میدونیم که ای خداوند همیشه هستی همیشه میشنوی و اونچه که اراده تو هست خداوند داره در زندگی های ما جاری میشه و میخوای که بهترین ها برای ما باشه پدر جان امروز من و دیگر عزیزانی که هستن امروز به حضورت میاییم ای خداوند باشه که از زبان تو بشنویم از تو بشنویم از روح القدس تو بشنویم ای خداوند هم من رو هم عزیزان رو برکت بده و هدایت کن در این ساعت و این جلسه به قدرت نام عیسی طلبیدیم آمین خدا رو شکر عزیزان دوستتون دارم برادران و خواهران عزیزم و همه دوستای گلی که فارسی زبان هستن هستن اینجا میشنون و میخوان که با ما باشن درود و سلام به تک تک شما امروز میخوام بگم که این برنامه یکم شاید متفاوت باشه بعضی روزا انقدر آیه هست انقدر چیزا هست که دلم میخواد خط به خط از روی آیه بخونم ولی امروز یکم متفاوته و امروز رو دوست دارم که شما عزیزانم اگر که هر کدومتون پیشنهاد نظر صحبتی دارید بگید و من تا جایی که بتونم میخونم و باهاتون سعی میکنم که در ارتباط باشم و ببینیم که خداوند چطور این جلسه رو هدایت میکنه امروز برعکس نه برعکس و ولی متفاوت از جلسات دیگه امروز میخوام یه چیز دیگه ای رو که تو این هفته در قلبم بود باهاتون در بیون بذارم به اینی که ما مسیحی ها و یعنی بیشتر روی صحبتم به ما مسیحیاست ما مسیحیا واقعا چطور داریم زندگی میکنیم و تا چه اندازه زندگی ما به چه شکل داره پیش میره بذارید یکم جلوتر بریم بهتون بگم چون اکثر مواقع صحبت میکنیم این کارو بکنیم اون کارو نکنیم و خیلی چیزهای دیگه از کلام میگم ولی امروز میخوام بگم که یه مقدار بیایم از یه زاویه دیگه به این قضیه نگاه بکنیم دلم میخواد با این آیه شروع کنیم که خداوند عیسی مسیح زمانی که در بیابان بود میبینیم که شریر وقتی که میاد و داره وسوسش بس میکنه و خیلی چیزهایی که بهش میگه عیسی مسیح خداوند جواب میده که انسان تنها به نان زیست نمی کند بلکه به هر کلمه از کلام خدا این رو خیلی از ماها شنیدیم و میدونیم و در موردش خیلی آیه شنیدیم خیلی چیزا میدونیم و میدونیم که منظور خداوند ما این بود که انسان فقط به نان و چیزهای جسمانی نیاز نداره بلکه به کلام خداوند نیاز داره برای ادامه حیاتش برای روحش خب اینو که به طور کافی شنیدیم میدونیم و هر البته نه کافی واقعا نمیتونم بگم به طور کافی شنیدیم و کلام خداوند هر روزه همیشه هر بار که تکرار بشه برای ما خیلی چیزا داره و خوبه که بشنویم و بشنویم ایمان ما از شنیدن کلام خداوند رشد میکنه و هی هی هر روزه برای ما خودمان چیزهایی رو باز میکنیم ولی امروز میخوام به اون یکی بخشی که شاید آم... کمتر صحبت شده باشه آم... امروز صحبت کنیم که خودمان میگه انسان تنها به نان زیست نمی کند پس ما به نان هم احتیاج داریم درسته؟ خودمان میگه که ما انسانیم از نظر جسمانی جسم ما به نان نیاز داره امروز من میخوام به این بود از زندگی مسیحیتمون یا زندگی انسانیمون نگاه بکنم که بذارید تیت رو بگم بهتون که بیایم واقعا در تعادل زندگی کنیم بیایم واقعا مثل یک انسان هم زندگی بکنیم و همش و همش تمرکزمون رو بر بود روحانی نذاریم و یعنی به چه شکلی بگم بهتون یعنی دیگه مثلا مثل این راهبه ها نشیم که کاملا دیگه دنیا رو فرموش کردن و فقط دارن به فکر مثلا اون دنیا و خدا و نمیدونم روحانیت و فقط و فقط اصلا جسم رو ندید بگیریم خداوند میگه انسان تنها به نان زیست نمی پس جسم ما به نان نیاز داره ما در سه بود ساخته شدیم میدونیم اینو که در بود جسم هستیم در بود روح هستیم و در بود نفس حالا بود روحانی ما زمانی که نجات پیدا می کنیم خب بود روحانی ما نجات پیدا می کنه و می دونیم که در خداوند حیات تازه پیدا می کنیم و خداوند شروع می کنه با ما صحبت کردن رابطه گرفتن و از او شنیدن این رو می دونیم که خداوند داره انجام میده. حالا با همه اینایی که می دونیم هر جا اگه صحبتی دارید بر من بنویسید من ببینم تا جایی که بتونم دلم میخواد که تو همین ما بین نظراتتونم بشنوم ما در بود روحانی درست خب تبدیل شدیم نجات پیدا کردیم و احیا شدیم ولی واقعا یه وقت میبینیم که باز اونطوری که خداوند میگه که وقتی از روح زنده میشیم باید اون روح خداوند در ما باشه اون نشاط باشه اون شادی باشه اون امید باشه اینو اینو اینو, اینو چیزهای دیگه ای که ما میدونیم که باید در ما قرار بگیره ولی واقعا دیده نمیشه در خیلی از مواقع و اینو میخوام بگم و یه به صورت خیلی ساده واقعا میبینیم که میگیم فلانی روحیش خیلی خوبه یه روحیه خیلی قوی داره خیلی عالیه این روحیش گرفته از این کلا یه روحیه خیلی خسته داره و این روحیه چی هست واقعا به چه شکلی این داره کار میکنه و تو زندگی های ما داره چی میگذره ما چی کار میتونیم براش بکنیم خب خیلی از ماها میدونیم که واقعا روحیه ما متاثر از خیلی از چیزا میشه که در نهایت ما اون رو به شکل روحیه میبینیم میتونه از زندگی های ما باشه از موقعیت و شرایطی که توش قرار داریم اون روحیه رو پیدا میکنیم از دیگه بهتون بگم از خیلی چیزا متاثر از محیطیم از افکارمون میاد از چیزهایی که میبینیم میشنویم و <تص> نه به واقعا جای شکر نداره و خدا رو شکر که خداوند هست ولی واقعا این روزها میبینید که از هر طرف چیزای ناامید کننده شنیده میشه خبرهای بد میاد فقط اینها روحیهمون رو خراب میکنه واقعا و روحیه ما از هم اینها شکل میگیره و ما رو چیز میکنه حالا ما میدونیم که توی کلام خداوند خداوند میگه که افکارتونو رو اگه میخواید حالا ما در بعد جسم هم اگر بخوایم نگاه کنیم خداوند میگه افکارتونو با کلام تازه کنید وقتی که افکار با کلام تازه میکنیم اون فکر روحیه ما رو هم شکل میده پس یکی از اون چیزها خوندن کلامه خوندن کلام میتونه از بابت روحانی ما رو نگه داره ما رو قوی کنه و ما رو در یک جای نگه داره که با خداوند نزدیک بشیم و اون زندگیمونو بر کلام خداوند بذاریم و یکی دیگه از چیزهایی که حالا اول میخوام به بودهای روحانیش بگم خب کمکم کنید اگه چیزهای دیگه هم دارید نظرهای دیگه هم دارید در طی برنامه کمکم کنید که با عزیزان در میون بذاریم و ببینیم که ما واقعا چه کارهای دیگه میتونیم انجام بدیم ما با دعا خوندن و به حضور خداوند رفتن میتونیم از نظر روحی خودمون رو قوی کنیم میتونیم با خداوند رابطه داشته باشیم با او صحبت کنیم و از او این یکی از چیزهاییه که روحیه ما رو میتونه قوی کنه و ما رو میتونه محکم کنه یا با خوندن کلام که اولش گفتم و میتونیم کلام خداوند و حقیقت خداوند و وعده های خداوند و و اون چیزهایی رو که خداوند برای ما مهیا کرده و حتی یا به عبارت بهتر خودمون رو در خداوند پیدا کنیم و بدونیم که کجا قرار داریم و این ما رو قوت میده و ببینیم و بدونیم که از دید خداوند چی هستیم این یکی از چیزهایی هست که کمکمون میکنه که یه روحیه خوب داشته باشیم و پرستش کردن و به عبارتی در جمع ایماندارها قرار گرفتن حالا در کلیسای خداوند چه میخواد ساختمون خاصی باشه چه میخواد که یک جمع ایماندارها باشه در این مجموعه قرار گرفتن اینها چیزایی هست که از نظر روحی میتونه ما رو قوی کنه میتونه ما رو محکم کنه و روحیه ما رو بالا بیاره خب و چیزهای دیگه ایم که من میخوام امروز با هم بهش نگاه بکنیم اینه که کارهای دیگه ای هم ما میتونیم بکنیم واقعا کارهای دیگه ای هم بکنیم که روحیه ما رو بالا نگه داره و اونها رو نباید ندید بگیریم چرا دارم اینا رو میگم بذارید این اول بگم ما باید در تعادل زندگی کنیم ما باید در تعادل زندگی کنیم و همه چیز در تعادل معنی پیدا میکنه شما حساب کنید یک دوچرخه وقتی که میخواد حرکت بکنه اگر تعادل نداشته باشه از یه طرفش میفته دنیا رو تعادله همه چیز باید بالانس باشه همه چیز باید متعادل و همه چیز باید رو نرم و درست خودش قرار بگیره نه بریم اون ور این ور رو فراموش کنیم نه بریم این ور و اون یکی طرف رو فراموش کنیم برای اینه که میخوام امروز تا جایی که امکان داره با همدیگه یکم به این قضیه نزدیک بشیم و ببینیم که چه کارهای دیگه ای هم ما میتونیم بکنیم پس دعا کردن کلام خداوند و خوندن و پرستش کردن و با ایماندارها بودن خیلی به ما کمک میکنه که در خداوند رشد کنیم و از نظر روحانی قوی بشیم و چیز دیگه ای هم که میتونیم ما انجام بدیم و ازش نباید قافل باشیم اینه که باید واقعا سعی بکنیم که در یک محیط های آروم در یک محیطهایی که شاده و البته همه اینهایی رو که امروز دارم میگم فقط باید بدونیم که جاهایی باشه که واقعا از نظر خداوند رد نشده باشه یعنی جاهایی باشه که از خداوند باشه از شریر نباشه که بگیم به هر دلیل و هر شکلی حال خودمون رو خوب بکنیم من اینو دارم نمیگم اینو همین اول بگم که یک دفعه نریم با از طرقایی که دنیا به ما پیشنهاد میکنه حالمون رو خوب کنیم نه از طرقایی که واقعا باید خداوند برامون مهیا کرده و این حق ماست و باید داشته باشیم و به ما کمک میکنه که در یک تعادل روحی خوب قرار بگیریم اونها رو دارم میگم ما میتونیم در یک محیط شاد آروم و مثبتی قرار بگیریم اگر میتونیم این کار رو بکنیم نباید ازش دریخ کنیم اگر میتونیم در یک جمع دوستان خوب قرار بگیریم باید قرار بگیریم باید با اونها باشیم و باید بتونیم که روحیمون رو تقویت کنیم اگر مثلا فکر کنید که با ورزش کردن حالمون بهتر میشه باید این کارو بکنیم باید این کار بکنیم راهایی رو که میدونیم کمک میکنه که روحیمون رو بیاره بالا راه های انسانی میدونید میخوام چی بگم میخوام بگم که خداوند وقتی که ما رو در این سه بود قرار داده دنیا رو بر ما خلق کرده خداوند خیلی چیزا رو بر ما مهیا کرده خداوند ابتدا همه زمین و زمان و اینا رو مهیا کرد و ما رو برای این دنیا خلق کرد ما خلق شدیم که توی این دنیا زندگی بکنیم ما خلق شدیم که از این دنیا لذت ببریم از این با این دنیا بمونیم و این مسیر زندگیمون رو در این دنیا طی بکنیم خیلی توش خرابکاری هست خیلی توش چیزای منفی هست به عبارت انگار مینگذاری شده جاهای خطرناک زیاد داره که پا بذاریم میتونه منفجر بشه و ما رو از بین ببره ولی در عین حال این معنیش نیست که ما پرواز کنیم و از این دنیا بریم به اون دنیا پیش خداوند هنوز پامون رو زمینه هنوز رو زمین هستیم و هنوز هم در بود جسم و انسانی داریم زندگی میکنیم ما باید زندگی کنیم اینو چرا دارم میگم چون دیدم خیلی از مواقع که با خیلی از عزیزانی که خدا رو شکر قلب دارم برای خداوند میبینم که یک جاهایی میشه انگار که به صورت همچین آروم آروم از دنیا دارن کناره میگیرن و دارن میرن کم کم تو لاک خودشون دارن میرن کم کم به یه سمتی که دیگه با کسی کار نداشته باشن با هیچکی کار نداشته باشن و این خوب نیست این خوب نیست خدا رو شکر خدا رو شکر بله خیلی از عزیزان میگن که دنیا به ما پیشنهادات دیگه ای میکنه مثل با سیگار کشیدن با مشروبات با یا روابط متعدد گرفتن که بخوایم حالمون رو خوب بکنیم البته که این کار نمیکنه بهش میرسیم البته که کار نمیکنه این از اون میناست که اگه روش بریم منفجر میشیم این خوبه ممکن نمیکنه هیچی از بینمونم میبره کاملا یک دفعه صورت مسئله رو پاک میکنه <تصفح> خدا رو شکر خب پس در بود روح به این شکل خداوند ما رو قرار داده میتونیم این کارا رو بکنیم کارهای روحانیه که در محیط خونواده باشیم محیط شاد باشیم حالا توی بود فکر روان که یکی از بخشاش فکره خداوند تو کلامش میگه که با کلام خداوند افکار خودتون رو تبدیل کنید این خیلی مهمه این خیلی مهمه چرا؟ چون همه چیز ما از فکر ما میاد اون چیزی که داره ما رو میخوره افکار ماست که روز و شب روز و شب تو ما داره هی میگذره و و افکار ما متاثر از خیلی از چیزا میشه از چیزهایی که میبینیم از چیزهایی که میشنویم از جایی که قرار داریم و از چیزهایی که دور برمون میگذره افکار ما خیلی متاثر میشه و چیزی که اینجا بیاد و تو این فکرمون بیاد همون شروع میکنه بعد به زبون اومدنمون و بعد شروع میکنه در زندگیمون کار کردن و مسیر زندگیمون رو شکل دادن و زندگیمون رو ساختن و برای همینه که خداوند میگه که این فکرتون رو با خوندن کلام تازه کنید و با افکار تازه شروع کنید زندگی کردن و زندگیتون رو شکل دادن خدا رو شکر واقعا این اولین چیزیه که ما میتونیم بکنیم ما نمیتونیم الان همه این صحبتهایی که دارم میکنم اول 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 ما باید بریم از خود خداوند حرفم اینه اول از خود خداوند از کلامش کمک بگیریم و به اون نزدیک بشیم بشنمیم ولی میگم که کارهای دیگه هم در کنار این میتونیم انجام بدیم خدا رو شکر و بله بله اتفاقا همین همین چیزی که عزیزمون میفرمایند بله دقیقا با فیلم نگاه کردن این یکی از چیزایی بود که واقعا من هم بهش موافق هستم و کاری هست که ما میتونیم انجام بدیم چرا که نه دیدن یک فیلم خوب و مثبت و آموزنده وقتی که زمانهایی هست ما باید به خودمون کمک کنیم ببینید چرا اینو میگم بذارید اینجوری براتون بگم وقتی که کلام خداوند رو میخونیم خیلی چیزا بر ما روشن میشه چون خیلی از ماها تو افکارمون خیلی چیزا میاد که از خداوند نیست خیلی چیزا میاد که از خداوند نیست شروع میکنیم خودمون رو محکوم کردن یه کاری میکنیم شروع میکنیم خودمون رو محکوم کردن اگر ندونیم که این محکوم کردن از خداوند نیست و این شروع میکنه به ما ضربه زدن و شروع میکنه ما رو خوردن از درون و ما رو اذیت کردن باید بدونیم که واقعا خداوند اینجا چه نظری داره و ما در خداوند دیگه محکوم نیستیم جایی رو که میدونیم اشتباه کردیم اگر توبه میکنیم خداوند از ما میپذیره و ادامه میدیم مسیرمون رو پس این محکومیت رو ور اگه درمون خشم هست میدونیم تکلیفمون با این قضیه چیه چون در کلام خداوند خوندیم اینا چیزهایی است که در درون ما میگذره و فکر ما رو تحت قرار میده و زندگی ما رو شکل میده میدونید و یا چیز دیگه ای که مثلا خیلی از ماها رو اذیت میکنه ناامیدیه خب چیکار کنم چیکار نکنم هی hey, تو فکرمون میگذره اینم یکی از چیزاییه که باید با خوندن کلام و شنیدن از خداوند درک کنیم که خداوند برای ما چه برنامه چه هدف چه نقشه ای داره و خداوند همیشه هست کنار ما همیشه میشنوه و این قوت رو از خداوند بگیریم که او ما را ترک نکرده و با ماست و این هم چیزی که فکر ما رو آروم میکنه و میتونه ما رو حرکت بده و در آرامش حرکت بکنیم توی زندگی یا نگرانی از آینده داریم و میگیم میخواد آینده چی بشه خدا رو شکر که خداوند خیلی چیزها رو به ما داده و خیلی وعده ها رو به ما داده و خیلی مسیرها رو به ما نشون میده با روح القدس خودش و این نگرانی ها رو از ما ور میداره و میتونیم با خداوند بر این نگرانی ها غالب بشیم و حرکت بکنیم و دیگه ترسی از آینده نداشته باشیم و یا تصمیم گیری هایی که میخوایم بکنیم با هدایت روح انجام میدیم ولی همه اینها رو میکنیم و همون جوری که گفتم در کنار این چیزهایی رو که خداوند داره به ما میده خودمون هم باید به خودمون کمک کنیم اگر روزی میبینم که افکارم پریشون راحت نیستم کلافم اگر کلام خدا میخونم اگر که میبینم که حتی برای خوندن کلام خدا هم اون آمادگی رو ندارم به قول اون دوستمون یه فیلمی میذارم اگر نیاز دارم که یکم خودم رو آروم کنم یه فیلم مثبت میذارم یه فیلم خوب میبینم اگر نه یه موزیک خوب میذارم یه موزیک مثبت خوب اونو میشنوم اینا رو خداوند گذاشته برای ما اینا رو خداوند برای ما گذاشته ما خودمون رو دریغ نکنیم انسان هستیم روی زمینیم و به این چیزهای انسانی نیاز داریم فقط باید بدونیم که اون لغمه ای رو که داریم برمیداریم میخوریم لغمه که لغمه خداونده یا لغمه شریره لغمه شریر رو نخوریم اون لغمه ای که از خداونده خداوند برای ما مهیا کرده آهنگ آه خوب، فیلم خوب، یه برنامه تفریه خوب، یه جمع خوب دیگه بهتون بگم و یه مهمونه خوب، یه ورزش خوب، هر چیزی که هست هر چیزی که در دسترستونه یه غذای خوب برای خودتون درست کنید بخورید هر چیزی که هست میدونید چجوری میخوام بگم فکر میکنم درک میکنید که امروز میخوام سعی دارم چی رو بگم بهتون که یکم به بود انسانی خودمون هم دقت بکنیم و خودمون رو کلا فراموش نکنیم و لذت ببریم با هر چیزی که داریم با هر چیزی که هر امکاناتی که در زندگیمون و در مسیرمون که هست ولی لغمه ای از خداوند باشه نه لغمه از شریر لغمه شریر رو بر نداریم که بگیم میخوایم حالمون رو خوب بکنیم نه لغمه ای رو که خداوند مهیا کرده و فراهم کرده خودمون از خودمون محروم نکنیم و از خودمون نزنیم اونو ازش لذت ببریم حتی جسممون هم همینجوره خداوند خب به ما گفته که با جسممون خداوند رو جلال بدیم جسم ما معبد روح القدسه. اونو برای زنا برای کارهای ناپاک استفاده نکنیم الکل مشروب سیگار میدونیم اینا از خداوند نیست میدونیم اینا چیزایی که به جسم ما ضرر میزنه و جسم ما متعلق به خداونده خب اینو میدونیم ولی خب اگه این مال خداونده اینو باید, باید بهش برسیم دیگه چجوری بهش برسیم یه ورزش خوب بکنیم که این جسم ما همیشه سالم نگه داشته باشیم یه غذای سالم بخوریم که اینو همیشه روپا و رو فرم داشته باشیم حالا شاید یه وقتی حوض بکنیم یه چیز خیلی مثلا یه غذای سالم هم نباشه به قول اینا جانک فود میگن اگر که یه همچین چیزی هم بخوریم اشکالی نداره اگر حوض کردی یه کیکی بخوریم محکوم که نیستیم انسانیم دلمون خواست حالا یه لغمه مثلا چیزم بخوریم ولی منظورم اینه که این جسم ما هم باید خوشحال باشه باید بهش خوش بگذره یه غذای خوب یه استراحت خوب بعضی از ماها انقدر این جسممون رو ذلیل میکنیم و انقدر بهش فشار میاریم انقدر ازش کار میکشیم که این جسم دیگه واقعا طاقت نداره و این چیزیه که باید ازش دوری کنیم یا انقدر بیخوابی ها ببینید بذارید اینجوری براتون بگم هر جا که تعادل ما به هم بخوره تعادل زندگیمون هر کجا که تعادل ما به هم بخوره و از اون بالانس خارج بشیم اونجا جاییه که شریر میتونه بیاد و چنگ بندازه اونجا جاییه که ضعیف میشیم و شریر میتونه اونجا رو چنگ بندازه و ما رو آسیب بزنه ما رو اذیت بکنه اگر ندونیم که واقعا داریم چی کار میکنیم اگر بعضی از ماها هستیم انقدر از خودمون کار میکشیم انقدر از خودمون کار میکشیم که واقعا این جسممون ناتوان میشه و در مرز خطر میفته یا سلامتمون رو واقعا ندید میگیریم و یا انقدر بیخوابی ها میکشیم انقدر از ان نظر بهداشتی به خودمون نمیرسیم که این جسممون رو در مرز خطر قرار میدیم اینا رو دیگه خداوند نمیاد کاری بر ما بکنه که این جسم امانت ماست اینو دیگه باید خودمون مراقبت بکنیم ازش خودمون باید مواظب باشیم فکر میکنم خودتون به اندازه کافی بیشتر از من میدونید که چی کار باید بکنید هر کاری که میدونید خوشحالتون میکنه و شما رو در بالانس و تعادل نگه میداره در بالانس و تعادل روحانی باشید روحانی زندگی بکنید ولی جسمتون و زندگی زمینیتون هم باید در وضعیت خوب قرار بگیره باید شاد باشه باید لذت ببرید باید زندگی جسمانیتون هم هدف داشته باشه هدف همه ما کسایی که ایمان میاریم درسته بر اینه که برای خداوند خلق شدیم و میخوایم که در خداوند حرکت کنیم و به اون مسیری که خداوند برای ما در نظر گرفته در او رشد کنیم به شباهت او در بیایم، بهش نزدیک بشیم هر روز بیشتر اونو بشناسیم این هدف همه ما در وهله اول ولی هدف های زمینی و جسمانی و انسانی هم باید برای خودمون داشته باشیم هدف های کوتاه مدت هدف های بلند مدت و اینها ما رو خوشحال میکنه اینها ما رو به زندگی امیدوار میکنه اینها ما رو شاد نگه میداره اینها ما رو نرمال نگه میداره اینها اجازه میده که ما مثل آدم های دیگه بشیم با اونها در تعادل و بالانس باشیم و منزوی نشیم و بتونیم کنار همدیگه قرار بگیریم و و راهی رو باز نکنیم که شریر بخواد به ما آسیب بزنه و کلا از اون جایی هم که میخواستیم بریم ما رو بندازه یک بالانس و یک تعادل کارهای هنری هست انجام بدیم هدفهای کوتاه مدت برای خودمون بذاریم هدفهای بلند مدت بذاریم و سعی بکنیم که در اونها بریم هر هفته برای خودمون یه تفریحی یه جای کوچیک یه پارکی یه مهمونی چرا اینو میگم چون من خیلی رو میبینم الان مخصوصا تو ایران بعد از کرونا میبینم که شکل زندگی اینجام هم همین جوره. شکل زندگی ها عوض شده میگم امروز صحبت های من شاید به شکل یه ذره صحبت های معمولیه ولی فکر این چیزی بود که در قلبم بود و میخواستم این هفته همین رو با شما در میون بذارم که بیایم یکم با همدیگه رو راست باشیم و این ماسک روحانی بودن رو سعی نکنیم که به صورت داشته باشیم و بخوایم سعی کنیم خودمون رو خیلی روحانی جلوه بدیم سعی کنیم خودمون رو به خودمون و به دیگرون اینجور نشون بدیم که آره من همش در حالت روحانیت به سر میبرم همش دارم عبادت و دعا میکنم همش در پرستشم اصلا دیگه دنیا نه اگه مثلا یه موی درست کنم اگر یک تفریحی بکنم بعد همه میگن اوه این الان مثلا داره این کار میکنه ما برای کسی داریم زندگی نمی کنیم بذارید راحتتون کنم ما خودمونیم و خدای خودمون برای کسی داریم زندگی نمی کنیم و ما میدونیم که داریم چی کار میکنیم و ما میدونیم که چقدر توی دلمون داره چی میگذره و نیتمون از کارمون چیه ما هستیم و خدای قرار نیست خودمون رو به کسی ثابت کنیم قرار نیست ثابت کنیم خودمون رو به کسی با خودمون رو راست باشیم با خداوندم رو راست اصلا اینو بهتون بگم واقعا بر من جالبه که تو کتاب مقدس وقتی که زندگی خداوند رو نگاه میکنم بارها شده به این فکر کردم و برام جالب بوده که خداوند ما عیسی مسیح واقعا عالی بود واقعا یک فکر میکنم که اگر امروز بود در این حال اینکه یک شخص خیلی قاطع بود و میدونست داره چی کار میکنه ولی یه شخصی نبود که خیلی عبوس و خیلی منزوی و خیلی به عبارت خیلی مصطلح آمیانه خیلی باحال بود من فکر میکنم واقعا خیلی باحال بود و فکر میکنم که همه کنار او راحت بودن چرا که مثلا نگاه میکنی که باجگیرها فاحشه ها و خیلی های دیگه از مردم عادی کوچیک بزرگ همه میرفتن کنارش میشستن این چی بود که باهاش در ارتباط بودن انقدر راحت کنارش میشستن و از بودن باهاش لذت می بردن آیا الان یه مسیحی واقعا اینطوری هست من خیلی از مسیحی ها رو می بینم شاید حالا خودمونم هم همونجور باشیم واقعا نمیدونم دیگرون باید بگن که افراد کنارشون میشینن یا نزدیکانش خونواده هاشون یا افراد دور احساس راحتی نمی کنن. فکر میکنم که کنار یک مثلا نازم نشستن که اگر دست از پا خطا کنه اشکالشو بگیرن خب خداوند که خودش دیگه اون آخرش بود عالی بود بعد چطور یک فاحشه و یا یک بدکاره کنارش میشست چطور یک دزد و باجگیر کنارش میشست و این احساس محکومیت بهش دست نمیداد این چه محبتی بود این چه آغوش بازی بود این چه امیدی بود که او خداوند میداد به اون آدما و اونها رو کنار خودش نگه می داشت و خداوند نمی رفت که شبیه اونا بشه خداوند نمی رفت که هم اونا بشه خداوند میرفت کنار اونها چون این توانایی و این قوت و این اندازه از اقتدار و قدرت درش بود که اونها رو تحت شعا قرار بده و اونها رو به سمت خودش بکشه و اون کسایی که جالب اینجاست اون کسایی که با عیسی مسیح و با خداوند بیشتری مشکل رو داشتن آدمایی بودن که مذهبی بودن خشک مذهب بودن اون موقع و سعی میکردن همش به خودشون یک چهره روحانی بدن و بگن که ما کارمون درسته این کارو میکنیم اونو به جا میاریم چهرمون اینه کارمون درسته اسم و آوازمون اینه جایگامون اینه و خودشون رو خیلی مقدس نشون میدادن اینا بودن که بیشتر با خداوند مشکل داشتن همش داشتن کلنجار باهاش میرفتن و ایرادگیری میکردن و نه یعنی آدمای دیگه باهاش کار نداشتن دیدی که خیلی قشنگ همه جذب خداوند می شدن و همه توبه میکردن اون بدکارش وقتی که جلوی خداوند میفته اون حجم از محبت و اون حجم از امید و قدرت رو درش میبینه خودش به زانو در میاد و میگه من میخوام کنارت باشم و تا ابد دنبال تو بیام اینه اینه الکه خودمون رو گول نزنیم نیایم مدل مذهبی رفتار نکنیم و نقاب نزنیم به صورتمون خودمون و دیگرون رو خسته نکنیم زندگیمونو بکنیم واقعا زندگیمونو بکنیم و یکم بیایم واقعا یکم بیایم به خودمون بیایم چون همه ماها از اکثر ماها از مذهب میایم و خیلی از ماها یاد گرفتیم که مثلا چیز میکنیم یه ذره ظاهر مذهبی رو حفظ کنیم همیشه سعی کنیم یه حالتی باشه که چهرمون خیلی همچین مثلا نه بابا یعنی یه آهنگ شنیدیم همچین گل از گلت نشکفه خنده نکن این کارو نکن اون کارو نکن یه ذره ظاهر اینجوری خشکتره ابوستر به خودت بگیر اینجوری خیلی سنگینتری کی گفته اینو واقعا کی گفته اینو کی گفته اینو که اینقدر در غم چهره افسرد زندگی کردن و هیچ کی اینو نگفته خداوند هم اینو نگفته خداوند گفته اصلا راه برید بشکم بزنید خوشحال باشید کیه که بگه نکن این کارو کی میخواد جلوی ما رو بگیره واقعا این چیزی نیست که خداوند به ما گفته اینو خودمون ساختیم چسبونیم به انجیل و به مسیحیت و دیگه بر خودمون یه داستان درست کردیم داریم میریم باید تو تعادل باشیم در خداوند شاد باشیم از لغمه شیطون نخوریم چارچوب خودمون رو میدونیم کجاها قدم بزنیم کجاها نذاریم ولی خوشحال باشیم زندگی بکنیم برای کسی هم نه برای خودمون و برای خدای خودمون و در تعادل باشیم حالا یه بر من جالبه که این این چیزای شریره ها ببینید یکی دیگه از این دقل بازی های شریر رو بذارید بهتون بگم خب همه ما یه قلب دلسوز داریم به هر حال آسیب هایی دیدیم از دوران بچگیمون آز مثلا کشورمون رو میشناسیم غم و فقر رو میبینیم دور برمون اینا رو همه رو میدونیم و ولی خب الان من یه آدم که اینجا هستم و یا شما یه آدم شما مگه چقدر میتونید دنیا رو عوض کنید چقدر میتونید کار بکنید چقدر میتونید دست مردم بگیرید دلسوزی داریم ولی چقدر میتونیم شریر میاد از این دلسوزی ما میخواد استفاده کنه اینو میگم باید حواسمون باشه چون دیدم عزیزانی بودن که واقعا این توانو نداشتن که به خیلی ها کمک بکنن چه از نظر مالی و چه شرایط دیگه و دیگرون ولی این قلبو داشتن ولی در یه حد محدودی توانشون بود و دیگرون که میان ازشون درخواست کمک میکنن این طرف اینقدر احساس محکومیت و فشار روش میومد که من نمیتونم کمک بکنم و زندگی براش تنگ شده بود خب چرا این از خداوند نیست اینو بیاین بالانسش کنیم اینو میخوام بگم مسیحی هستیم محبت خداوند در ما هست قوت خداوند هست این دلسوزی خداوند هست میخوایم به آدما کمک کنیم ولی این تعادل رو بشناسیم چقدر مگه من یه آدم میتونم کمک بکنم اگه جایی که از دست من بر نمیاد و واقعا نمیتونم خودمو تو فشار و محکومیت نبرم میخوام محبت بکنم ولی محبتم یه بالانسی داره یه حدی داره میخوام کمک بکنم ولی اینم یه حدی داره برای من اصلا چرا اینجوری؟ اصلا الان من یه مادرم بچه دارم خب برای این بچه هم چقدر میتونم مادری بکنم دیگه نمیتونم خودم رو بین ببرم که تا یه حدی میتونم من هم زندگی دارم و باید زندگی بکنم بیایید یکم به خودمون بیایم و این بارهای اضافی رو که خودمون رو خودمون گذاشتیم رو از رو خودمون برداریم سبک کنیم تا بتونیم با یه نفس راحت در خداوند حرکت کنیم از اون بشنویم با او شاد باشیم در او حرکت کنیم در او رشد کنیم و از زندگی زمینیمون هم لذت ببریم از اون چیزهایی که به ما داده هر چی که داریم هر چی که داریم از اون لذت ببریم و زیاد خودمون رو در شرایط فشار قرار ندیم واقعاً عدم تعادل همه چیمون به هم میزنه شما فکر کنید یکی اگه تمام تمرکزش درس خوندن باشه و چیزهای دیگر رو ندید بگیره خب این شکست میخوره یه جایی از یه جاهای دیگه رشد نمیکنه و شریر میتونه اونو آسیب بزنه مغزش از نظر علمی رشد کرده مهارت های اجتماعی نداره یه جای دیگه آسیب میبینه یا یکی فقط تمام تمرکزش روی مثلا فکر کنید کارشه چیزهای دیگه رو از دست میده روی ورزشه چیزای دیگر رو مثلا اگه در تعادل قرار نداشته باشه اینو چرا میگم برای اینکه برای اینکه دیدم برای خیلی از خادمین حتی دیدم که با یه قلب خدمت رفتن اومدن یه کاری رو کردن عاشق خداوند بودن از خودشون مایه گذاشتن جلو رفتن ولی انقدی که غرق خدمت و غرق روحانیت شدن از طرف دیگه زندگیشون رو و حتی خودشون زندگی خودشون رو و خونوادهشون رو شاید کمتر دیدن و به یه جایی رسیدن که یا خودشون بریدن دیگه نتونستن ادامه بدن یا خونواده هاشون بریده و دیگه نتونستن ادامه بدن زن و شوهر از هم جدا شدن بچه بریده کسی بوده که میگفته انقدر شرایط مذهبی تو خونش دیده بوده بچهش دیگه میگفت من کلیسا نمیرم دیگه نمیخوام اصلا تو اون شرایط باشم سر یه جایی بود که یه همکارمون بود میگفت انقدر دیگه خونوادم مذهبی و چی رفتار کرده بودن اولین بار که اومده بود ازش پرسید میگفت من بی خودم بعد که یکم با هم صحبت کردیم و اینا بعد که فهمید من مسیحیم اول داشت خیلی خوبم نمیگفت از مسیحیت بعد فهمیدم که از یه جا آسیب دیده بعد گفتم من اینطوری هستم یه ذره که کرد بودم مهم نیست و بعد که صحبت کرد دیدم که آره توی یه خانواده خیلی با فشار مذهبی و مسیحیت مذهبی واقعا این رشد کرده و به جای رسیده گفت من دیگه خدا نمیخوام اصلا من اینجوری راحتم و با هم یه جای بعد یه مقدار صحبت کردیم و دیدم هنوز خدا رو دوست داره هنوز تو قلبش هست ولی نمیخواد دیگه اون شکلی زندگی کنه میگه من دیگه خدا رو نمیخوام خیلی از ماها یه کاری میکنیم یا خودمون از پا میافتیم یا خانواده هامون از پا میفتن یا اونی که واقعا میخواد بیاد تو مسیحیت ما رو میبینه اصلا میگه دیگه ولش کن چقدر درد دل داشتم امروز براتون واقعا نه که درد دل چیزایی هست که واقعا میبینم و این چیزی بود که این هفته تو دلم بود و واقعا میخواستم باهاتون در میون بذارم نکنیم این کارو نکنیم این کارو خودمون رو اذیت نکنیم و افراد و تفریط رو از خودمون دور بکنیم درسته درسته که ما در کلام میخونیم که برای ما مسیحیا دنیا جای آرامش نیست دنیا جای استراحت نیست دنیا با مسیح بد کرد با ما هم بد میکنه این رو خوندیم این رو میدونیم ولی از قدیم میگفتن هر گردی گردو نیست هر سختی از خداوند نیست بعضی هاش خودمون برای خودمون درست میکنیم خدا نگفته که این کار رو بکن که خودمون داریم این کار رو انجام میدیم حالا <تصفح> بذارید یه عزیزی بود اینو دیگه ما تو خودمون مثال کردیم یه عزیزی بود اومده بود خارج از از ایران خارج شده بود و میخواست یه پروسه ای رو طی کنه برای پناهندگی و موندن در اقامتش و برای خارج از کشور بعد جوون بود و پر انرژی بعد اومده بود میگفت که آره این کارو بکنیم یه سختی های عجیب غریب الان دقیقا یادم نی که یه چیزایی رو میگفت بعد دوستاش میگفتن که این خیلی سخته یه چیزای انسانی رو میگفت خب آره اشکالی نداره سختی بکشیم میخواست این دیوار رو سوراخ کنه ازش انگار بره تو خب آقا چرا این راهو میخوای تو انتخاب کنی؟ میگفت آره اومدیم خارج که سختی بکشیم مثلا خودمون رو جمع کنیم خب درسته خارج اومدن سختی داره مهاجرت سختی داره ولی معنیش این نیست که تو دیوار مثلا بتونی رو سوراخ کنی ازش بری تو و این سختی رو بکشی سختیش این نیست سختیش چیز دیگه است مشکلات دیگه ایه که به اون خواهی رسید ولی این نیست که تو از همین اول یه قلب سنگ بندازی زیر پاد و بگی که اومدیم خارج سختی بکشیم و خودتو با چالش و با درد سر و سردرد رو برو کنی خیلی از ماها میگیم می که خب آره مسیحیت سختی داره داستان داره اینو داره اونو داره فشار داره و خودمون برای خودمون درست میکنیم من عزیزانی رو دیدم خواهرانی رو دیدم بیشتر شاید خواهران که فکر میکنن که مثلا اصلا ازدواج کردن بده خب حالا اگه یکی آدم ازدواجش نیست یکی اصلا دوست نداره ازدواج کنه و برخوش هدفی داره اون بماند اونو میتونم بفهمم که خب میخواد ازدواج نکنه میخواد راحت باشه میخواد زندگیش مال خودش باشه و هدف خودش رو دنبال بکنه اونو میتونم درکش کنم و در جای خودش محترمه ولی کن بعضی ها فکر میکنن که نه اصلا نباید ازدواج کرد من اصلا اومدم که دیگه فقط و فقط مثلا خداوند رو دنبال کنم این کار رو بکنم اون کار رو بکنم نه خداوند نگفته این کار رو بکنیم خداوند گفته زندگی انسانی رو بکن سخت نگیر به بچت به شوهرت به خودت سخت نگیر زندگیمونو بکنیم زندگیمونو رو بکنیم واقعا هر چیزی باید در تعادل باشه شاید حالا این, این،, این چیزیه که شاید خویتونم هم شنیدید روانشناسان میگن اگه یکی که دوران عزاداریش وقتی یه کسش رو از دست میده دوران ازاداریش اگر خیلی طولانی بشه این دیگه از نرم خارجه یه تایم می براش دارن و میگن بعد اون باعث ضرر و زندگیش آسیب میخوره روح و روانش آسیب میخوره هر کدوم از ما اگر هر چیز زندگیمون بالانس زندگیمون یکم از تعادلش خارج بشه و درش حالت افراد بگیره اونجا جایی میشه که ما میتونیم آسیب ببینیم خدا رو شکر خدا رو شکر دیگه خیلی طولانیش نکنم و خیلی اذیتتون نکنم پای این چه فقط بدونیم که ما یه مسیر رو تو این دنیا شروع کردیم برای خداوند داریم حرکت میکنیم مقصدمون رو میدونیم از یاد نمیبر... نمیبریم میدونیم کجا داریم میریم هدفمون رو میدونیم خدای خودمون رو میشناسیم هدف اینه که هر روزه در خداوند حرکت کنیم هر روزه او رو بیشتر بشناسیم هر روز بیشتر بهش نزدیک بشیم هدفمون و اون مقصدمون مشخصه ولی این مسیری رو هم که داریم میریم باید ازش لذت ببریم باید ازش لذت ببریم اگه میخوایم یه مسافرت بریم یه شهر دیگه یک دفعه از اینجا گاز رو نمیگیریم نمیریم که چشممون رو ببندیم و بگیم بکوب رانندگی کن برو برسیم به اون مقصد اون مقصد چه خبره اون چیز خودشو داره اون برنامه خودشو داره ولی مسافرت کردن این مسیرش هم باید فان باشه باید شاد باشه باید دوربرمون رو نگاه کنیم ازش لذت ببریم هدفمون رو میدونیم ولی تو مسیر زندگی یادمون نره که لذت رو فراموش نکنیم شادیمون رو فراموش نکنیم هر جور که میدونید خداوند هدایتتون میکنه و براتون مهیا کرده در موقعیت که قرار دارید و براتون مهیا هست ازش لذت ببرید فقط لغمه خداوند رو مواظب باشید که برمیدارید نه لغمه غیر خداوند چون اون کار دستمون میده اون که لذت به ما نمیده چی بد دلدرد و داستانهای دیگه بر ما پیش میاره که ما رو گرفتار میکنه دوستتون دارم شما رو به خداوند میسپارم باشه که هر روزه در خداوند شاد باشید باشه که هر روزه از اون چیزایی که خداوند برای ما مهیا کرده استفاده کنید خداوند حواس مختلف به ما داده بویدن، چشیدن، دیدن، شنیدن چیزهای دیگه ای تو این دنیا بر ما خیلی چیزا گذاشته که ازش لذت ببریم از اینا غافل نشید خداوند میخواد که ما این کارو بکنیم خداوند یادتون نره خودش خیلی باحالتر از این حرفا بود که شاید خیلی میان خداوند و ابوس و سختگیر نشون میدن نه خداوند خیلی بهتر از این حرفاست دوستتون دارم شما رو به دستای خداوند میسپارم در خداوند شاد باشید در زندگیتون با اینکه همه چیزای دور برتون شاید خیلی خوشایند نباشه ولی سعی کنید که از اون داشتههاتون لذت ببرید و خوش باشید و تا روز آمدن خداوند با شادی روز هاتون رو سپری کنید روی ماهتون رو میبوسم تا یه روز دیگه بدرود و شالوم خداوند بر جسم و جان و زندگی هاتون باشه آمین